سلام و درود به وکسی یوتیوب، خیلی خوش اومدیم به ریاکشن رکورد. من صادقم، به همراه سپیدی عزیزم اومدیم با سلام بچه. پنجمین ترک و آلبوم یینیانگ، یکی از متفاوت ترین آلبوم های امیر تتلو که حالا الان من این حرف رو میزنم، ولی خب شاید یه روزی شما بهش برسید. خیلی آلبوم متفاوتیه آلبوم یینیانگ و ترک های فوق العاده تو شنیدیم و هر موقع اسم یینیانگ میاد من لیدوکاین تو ذهنم میاد. میتونم بگم یکی از ترک هایی که من خودم به شخص خیلی گوش دادم. پیشنهاد میکنم حتما اون ترک رو گوش بدید، فوق العاده است و چقدر بیت زیبایی داره. عمو مهراج هم ویدیوشو توی چنلش درست کرده، اگه خواستید میتونونم ببینین، حتما خیلی قشنگه کار. اومدیم با پنجمین ترک، اسم ترک هست شلوغی و کاور هم خیشکار و دمیچی. در واقع این سری خیلی متفاوت کار کردن و منو یاد رنگایی که تتلو توی ترکاش توی میگم ترکاش توی بدنش و تتوهاش استفاده میکنه میندازه. واقعا مثل خود اسم ترک شلوغه، آره خیلی همه شلوغه. چی هست ولی کماکان اون قرینه رو ما داریم دیگه، آره. به غیر از تفاوت این دو گلی که این پایین هست و یه سریاش هنوز به صورت قنچه است که هنوز باز نشده. و یه سریاش باز شده این ور در این سمت تصویر و باز همین همون یینیانگ است. باز همین همون یینیانگ است و به نوعی منفی و مثبت بودن در هر چیزی خب شما میدونید که وجود داره دیگه. آره و خود گل هم شما اگه تصور بکنی اون گل درشت اون بالا در کنار قنچه های ریزی که در کنارش هستن زیباست. و اینجا اون ریشه رو داریم ما میبینیم در واقع و این دوتا شیر این بغل و این وسط هم که همون تاج سلطان امیر تتلو بودن هست دیگه. و من کاوری که نگاه میکردم اینجا این بالا یه شهری و من توی مه دارم. آره. نمیدونم حالا این میتونه تهران باشه یا میتونه یه دریمی باشه یا حتی آمریکا باشه یا همچین چیزی، نمیدونم. آره. ولی خب یه ابر میبینم این بالا و این جغدی هم که پشت سر امیر تتلو چشماش تتو شده، خیلی قشنگه و نشان از بیداریه. من میدونم نشان از آگاهی و دیدنه که آقا من پشت سرم هم دو تا چشم دارم. و چون به نوع این چاکراست دیگه، من حتی اول به ستاره داوودم داشتم تشبیهش میکردم توی ذهنم از لاشو. آها راست میگه، شبیه آفرین دهنتو. و اینجا هم یه هرمی داریم، اون همون اهرام هست میتونه باشه دیگه، اهرام هست که در واقع چشم سوم و پایینش هم که یینیانگ و بازم داخل این یه شهریه. بازم آره یه چیزی تو مایه های آتلانتیس شاید. آره مثل یه امارته. آره خیلی کاور زیباست و تشکر میکنم از خیشکار و دمیچی، جزو کاور متفاوتشونه. این کاور قطعا دیتیل بیشتری هم داره و چقدر این رنگا اینجا عجیب استفاده شده. میبینی شبیه یه چشم هم هست این چیزی که آره توش... آفرین خیلی جذابه. مثلا یه فازی از یه موادی که مثلا میکشه یه نفر چششون حالتی میشه. آره یه همچین چیزی حسیه به من ده. و خیلی دژکوبه دیگه در واقع تو این شلوغیه کماکان و سلطانه دژکوبه. معذرتون رو میکنم، ببخشید اگه پرحرفی کردم در مورد کاور، چون بچه‌ها من میدونم که واقعا زحمت میکشن بابت این کارا. و جا داره که راجبه صحبت بشه. تشکر میکنم از خیشکار دمیچی بابت کاور. بریم که بشنویم پنجمین ترک آلبوم یینیانگ شلوغی از امیر تتلو با تنظیم مهراج توسی. بریم بشنویم. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. بچه ترک 20 ساعت پیش آپلود شده، 86 هزار تا هم ویو خورده. فکر میکنم تا 24 ساعت به 100 کی ویو برسه. بریم که بشنویم کارو. ببین عمو مهراج چیکار کرده. و این کارم مثل این که دوباره ساز زنده داره. ببین بیس گیتار مصطفی زنده دلان، ویالون کسرا خدیور، بله میکس ماستر مرجع توسی. نه من میگه من
ادب کردم، اون که در واقع با ادب بود و با با ادب ادب رایم رد کردم، کردم ولی اون برم یکی لغت تو اون چونش که هم کونی زدم بود و زدم در و کیش. جالب میتونه باشه، چون خیلی ها کماکان میبینیم که مفری این داستان میشه و یه منظور کامیونیتی شدن هم همین که فکر کنم دیروز بوده کامیونیتی زده بود روی یوتیوب که میگفت در واقع همه دنبال این بودن که آقا پوز بدن کنار ما و فلان اینو، ولی خب از الان به بعد من نیش خوردم عفی شدم فلان اینو، ولی بازم با این حال میدونم که در واقع تو این جهنمه بازم هنوز نفهمیدی یه سری چیزها رو، چون خیلی چیزها وجود داره، چون بعضی وقتا میگه او من پشمام ریخته چجوری میتونید انقدر دوز باشید عملا، میگیری چی وای میگم؟ آره. و اینکه مثلا منظورش از این حرف این بودش که با هر کسی مثل خودش رفتار کردم، آره. این خودش اوج رسالته توی مثلا اصطلاحا ضربه خوردن از آدمان. خیلی بالود. اصلا اینکه پاس میزنم واقعا در مورد هر چیزی یه چیزی تو ذهنم میاد دوستان بگم، میگه کار نشده مثلا فوشو بستم به طرف، همین اخیرا قرار بودش بود تنظیم کننده راد پرو خب یه کاری ببندم، بعد قرار بود مثلا راد پرو بیتش رو بفرست و اینا، که حتی دمو هم ازش از بیتش فکر کنم گذاشتم اینا فیدبک چیه، ولی خب یو هم این قتل رو کامیونیتی فوشو بسته راد پرو که اون داستان کلن کنسش داره، بچه هایی که فتریتی هم 100% میدونن. میدونه آره. این در واقع از شلوغی اطراف ما این به خودش گاهن دیگه، چون میگه همه اومدن آقا تشم نون کش دادی املت میخوری خیلی خوشمزه است، تشم با بربری کنجدی نون میکشی، اینم همونه، میگه همه تش اومدن مثلا نون کشیدن، این هنوز داره منو لیست میزنه، یعنی که دیگه میخواد بیاد بازم این بیاد مفت منو ببره، یعنی اینم قصدش از اومدن در واقع یه ساید افکت خوب نیست، اینم اومده یه لیسی بزنه منو با اینکه منو همه نون کشیدن هیچی دیگه از من نمونده ولی بازم میخواد. خیلی باحاله و این شلوغیه رو دارم من اسم میکنم، چون اولم یه جای کراودد پلیس بود که به بیدار شد و گوشیش زنگ خورد و آره صدای شلوغی آدمو بیرون. اینو من خیلی این پانچشو به یه سری آدم هایی که همیشه اون بی نورمال رو انتخاب کردن دوست داشتم. آره دیگه بعضی خوشم گفتی میگه تو من یوزلس. نمیدونم سال بیست و چند این مغزت
خالی رو میخوایی چیکار چون هرچی که میره جلو بعد چون میدونید همه چی داره اکسترا پیشرفت میکنه همه چی داره اکسترا در واقع لیول آپ میشه یعنی توی دو سه سال اخیر چه تو حوزه تکنولوژی و چه تو حوزه کلن همه چی چون چند وقت پیش هم که گفتن آقا ما آدم فضایی ها هم یه نشونایی ازش دیدیم همه چی با سرعت زیادی داره در حال پیشرفته میخوام بگم خیلی چیزا عوض شده و در واقع این پانچ جالبی بود که میگه سال 20 و چند این موقع خالی به چه دردتون میخوره واقعا یه خورده فکر بکن چون یه کامیونیتی هم اتفاقا راجع به این موضوع زده بود اخیراً توی یوتیوب نوشته بود که من دیگه جدیداً واسه مردم عادی آهنگ نمیخونم من واسه طرفدارم و اونایی که یه سری آدمایی که میدونن میفهمن موزیک من چیه دارم آهنگ میخونم من دیگه مفتی کار نمیکنم و دلیل این که یه بارم توی ویدیو لیدوکاین بود فکر کنم گفتم بعضی وقتا میبینی یه کاری لول اپه به خاطر لول اپ بودنش دیده نمیشه آفرین دقیقا آره. و میگه که آقا من الان شاید مثلا من میتونم یه آهنگ بدم 6 و 8 یه لامینور میمینور بگیرم به اصطلاح طبق حالا کامیونیتی که خودش زده بود بگیرم مثلا 6 و 8 بدم یا یه کار مثل من باد قهرم بسازم مثل سربار بسازم من الان کارهایی که میدم حتی نمیتونی سبکی واسش تعیین بکنی حتی همین کارم میگه نمیشه مثلا میگه آرنبی 6 و 8 آره. راک جاز نمیتونی صرفا میگه کار تلفیقی متفاوته و معراج توسی فوق العاده است این کار واقعا یه دونه استوری ازش دیده بودم یوتیوب نوشته بود که خود راک بازی کردم فکر میکنم تو ادامه ترک راک هم قراره بشه داشت سیریس به سمت جالب میرفت بابت این بود که آقا بفهم اینو دیگه تویی که تو خودت یه چیزی شلوول قرار دادی تو هر کسی یه پرسنالیتی داره و میتونه بترک کنه دیگه واسه هیچ نهی توی این داستان نیست اخلاق منو کی میشناسی توی این قضیه ولی میخواد بگم خیلی عجیبه بس تو میخوای و در عین این که امیر تطلو میاد از شکایت میکنه از اینکه آقا میکروفونی که گفته بودید خریدیم سر کاری بوده بازم میاد یه چیزی توی ترکش که میگه آقا شلوول نباش صفر کن خودتو سال حسی دارم کل رپ فارسی به چشمش دیده و گاهی وقتا اسم میکنم کامیونیتی رپ فارسی گاردی نسبت به
امیر تتلو داره که همینطور هم هست اکچولی، ولی بازم با این حال میبینم بعضی وقتا یه سری از رسانه های رپ فارسی اخبار رو به گونه پوشش میدن که من حس میکنم جوری که باید شاید کامل نیست، چون همونطور که شما توی حوزه تولید محتوا میکنید من هم تولید محتوا میکنم و همه عوامل رو دنبال میکنم، ولی اخبار بعضی وقتا به گونه نوشته میشه، حالا نمیخوام اسم چنل خاصی رو بیارم، که میبینم داستان اون سی آر 7 است که گاهی وقتا حتی رسانه هم با مثلا رونالدو مشکل داشت یه مدت. میگیری چی میگم؟ یه جورایی یه گاردی همیشه وجود داشته این مثلا. راجبه کلن توی یه همچین کریرهایی به نظر منم همیشه وجود داشته، مثلا وقتی که توی همچین شخصیت هایی هستن و مثلا لولشون خیلی بالاست یه همچه اتفاقی ناخودآگاه انگاری میفته، یه چیز اصلا نرماله. واقعا به نظر من یه سری حرفایی که این مدت شاید باید گفته میشد توی یه سری از آهنگ های آلبوم یینی یانگ، و گاهی وقتا باید تعادل هم برقرار بشه دیگه. مثلا توی آلبوم های تتلو فکر میکنم یینی یانگ یه تعادلی رو برقرار کرد همیشه همینطور به واسطه حرفای نگفتهی که این مدت شاید سیف شده بود توی همین تتل، و من میفهمم حرفاش چه سبکی داره میره جلو با توجه به اتفاقی وقتی مثلا اینو میگه اونم میگه، خب همون یینی یانگ دیگه، با کلمات حسا یینی یانگ بازی میکنه. دوست داشتید این کار سمت چپ عقب؟ این برا گفت، اون برا گفت، من گوسپامپ شدم. گفتم ببین حواستو جمع کن. آره. چون مزنون چی آقا؟ اول تو برو بدن خودتو بساز، نمیدونم خودتو ردیف کن، نمیدونم به داستانی برسون خودتو، بعد بیا به یکی ادوایس بده، بگو آقا فلان کارو بکن، بیسان کارو بکن. آره. چی میگم؟ آره. حالا تو هر زمینه‌ای، تو هر لولی از زندگی. و من خب قدیم حرفه‌ای ورزش می‌کردم. بعد تصادف کردم تو مدتی که بدنم خوب بود، تیکه پاره بودم، سر پا بودم به اصطلاح، هیچی نمیگفت داداش مثلا چه بدن قشنگی داری آفرین. بعد که تصادف کردم همه گفتن داداش آ چقدر مثلا بدنت ضعیف شده. بعد که دوباره رفتم باشو دوباره بدنمو خوب کردم، هیچ کی بهم نگفت داداش چقدر بدنت ضعیف شده بود بهتر شدی. یو نو وات آم سینگ، اینه که اول خودتون رو سعی کنید لول اپ بکنین، بعد به دیگران نگاه بکنین که اصلا ببینین چه شکلی ان که بخواید یه نظری هم بدید. وات د فاک. آره کلا حرف جالبی هم زد، گفتش که همیشه بهمون گفتن توی مثلا تو جمع احساس امنیت میکنی، تنهایی احساس ناامنی، ولی خب برعکسه و راست هم میگه. وقتی که توی شلوغی باشیم خب افراد بیشتری هستن که راحت تر میتونن بهمون صدمه بزنن،
و چون وقتی انتظار نداری چه اتفاق قرار بیفته. کلا وقتی دور آدما همه ماها، یعنی حتی مثلا کسی که پایین ترین سن رو داره این ویدیو رو نگاه میکنه، همه ما آدما وقتی دورمون رو خیلی شلوغ کردیم ضربهشو خوردیم. یعنی دورمون پر آدم شد ضربهشو خوردیم و کسی نیست که بگه من تنهایی ضربه خوردم. نه تنهایی کی میخواد به تو ضربه بزنه؟ نه واقعا همیشه هم آدم ضربه کسی میخوره که نزدیکشه، وگرنه دشمنون دوره دیگه، چه میدونه جای نازکت کجاست. ولی خیلی خفن گفت، میگه همیشه برعکسشو به ما گفتن، ولی خب برعکسش نبوده دیگه. گوش کن. خوبه مبارک، اون داستان آبل لوله میخوره رو متوجه شدم. میگی یارو یه جوری میخوره اصلا، چون یه اتفاق افتاده بود بچه ها، برای من یه خاطره از خودم بگم. یه اتفاق افتاده داره کوتاه میگم بهتون. یه مبلغ رو از من مثلا یه نفر کلاهبرداری کرد بود، بعد یادم اون موقع که میخواست کلاهبرداری از من بکنه، داشت همون موقع با من یه معامله دیگه انجام میداد که مثلا بیاد از همسایه بغلی من جنس ببره منو معرفی بکنه که بعد از اینکه این مال منو برد، من پول این یارو رو کش بدم. خب یعنی سعی بر این داشت که من موقع قبول نکردم، گفتم نداداش تو فکر کردی مثلا من خیلی پلشتیم، اونی که در واقع پلشت بودیم، مال منو برد ولی در مج... آره میخوام بگم این چیزا هست دیگه، آبل لوله خورده این داستانه. آره یارو یه جوری میخواد بخوره که اصلا سیر نمیشه، قبض یارو میاد میبینی انگار نصف آب لوله خورده. هم اون هم مثلا خب همیشه تتلو توی مثلا حرفاش منظورش خود دولت هم بوده بیشتر مواقع، که مثلا سیر نمیشن قبضه رو دو برابر باید مثلا هی شارژت میکنن هر ماه بیشتر. و جالب بود که به این موضوع اینجا اشاره کرد و گفت آبر و لوله. چه نفس عمیقی کشید در آخر که انگار داشت از اون شلوغی انگار رها میشد. آره. شاید با این کار، چون اسب هم توی کاور ما دیدیم دیگه، اسب یه جورایی نشان آزادی و در واقع رفتن دیگه. آفرین. آره. و این نفس عمیق آخر کار گیوسان واتر پلیز. خب. نفس آخر کار به خاطر این بود. آره اینم که میگه من شلوغی ها نیستم، خب از درونگرا بودنش هم هست دیگه. کلا امیر تتاری من احساس میکنم آدم درونگراییه،
یه شلوغی دوست نداره و کلا آرتیستای بزرگم یه جورایی خب درونگرا بودن که تونستن آرت بسازن دیگه، که مثلا حالا نخوابیدن هم جز بشه و مثلا توی تنها بودن هم جز بشه، اینا خب خلق هنره دیگه، خلق اثر. یه شعری داره میگه الکی مثل تو نکردم ماسمالی من. این داستان ماسمالی نکردن است. واقعا هیچ وقت ماسمالی نباید زندگی رو ماسمالی کنی. میگه الان این کارو انجام میدم. میگه انجام شدی انجام بده باش. درست انجامش بده. من یه حرف اندروتی زده بود، اون حرفش خیلی دوست دارم. میگه که یکی از دوستان راجع به بیزینسی صحبت میکرد، راجع به کاری صحبت میکرد، بعد خیلی اشتیاق داشت که این کارو انجام بده. هفته بعد دیدمش با هم صحبتی کردیم، گفتم بهش که مثلا حالا بیزینست چطور پیش میره. کدوم بیزینس؟ میگه همون که هفته پیش داشتی در مورد صحبت میکردی. بعد میگه هنوز که شروعش نکردم. یعنی هیچ کاری بعدش انجام ندادی. دو سامتینگ پلیز، میدونی؟ و این داستان دو سامتینگ رو تو این کارم ما داشتیم به نوعی دیگه. آقا صفر باش، صفر بودن از خودت، درون خودت، و گاهی وقتا کافیه فقط گوش کنی. چون یه سری کارا رو اگه گوش بدی میفهمیش. مثلا اگه شما توی باند پلی بکنی، توی باند خیلی ضعیف پلی بکنی موزیکو، اون صدای رد و برقی که تو اون قسمت کار میاد و متوجه نمیشی. آره نه، یا اون بک سمت چپی که امیر تتلو میاد دوباره در واقع میگه انگار در گوشت گوش صحبت میکنه. آره انگار دیدی این در گوشه، تو این در گوشه داره میگه کنارت. دالبی بودن کار و این بعدی که توی کار هست، در واقع انگار یه فضایی که تو توش وایسادی و امیر تتلو داره برات میخونه اصلا، و کلی موسیقی نمیشنوی. کسرا خدیور پاره میکنه آرشه رو. میگیری چی بهت میگم؟ یه سری کارا رو واقعا من شنیده. شلوغی برعکس اسمش چیزی که باید شنیده بشه. آره. نه اینکه وجود داشته باشه. و اینکه خودم دیدگاه تتلو رو نسبت به شلوغی دوست داشتم، که من خودم حسش کردم. مثلا اینکه میگفتش که یه سری نسخ علفن، یه سری هم که با مستی زد تر میزنن به هدف. خب مثلا منظورش اینه که دیدی مثلا تو دیدگاه تو یا مثلا اهداف تو توی جمعی بیان میکنی یا رو مست مسخرت میکنه. خب یکیش معنیش این میشه. و الان هم چیزی که من زیاد دارم میبینم، دارم میبینم که یا مثلا خب تو دوره هم جمع میشن چیکار میکنن، یا دنبال اینن که چیزی بکشن، یا اینکه کلا آلرژی چیزی خوردن. و احساس میکنم از این چیزا داره صحبت میکنه. حس من این بود، چون به اندازه هر کسی از اندازه فهم خودش برمیداره دیگه. من یه خورده نگاه در واقع تجاری و بیزینسی همه تطلا به نسبت این داستان میدیدم، چون خیلی اتفاق افتاد در رابطه با تتو و بهروز، و نمیخوام تو دیتیلش برم، داستان میشه بچه ها میدونن. آره. ولی میگم خیلی داستان پیچیده شده بود این تیپی که یه سری حرفا من بود. میگم یه توازن و تعادلی در واقع یین یانگ برقرار کرد بین آلبوم های تتلو، نه حالا صرفا تو خود آلبوم. آره. و فوق العاده بود این ترک هم، و ممنون از عمو معراج، خسته نباشیدش. میگم دوست داریم که در واقع تحلیل شلوغی رو برامون بذاره روی یوتیوب شو آپلود بکنیم. مرسی که وقت میذاری، چقدر چنل خوبی داری و چقدر ارائه قشنگی داری. خیلی خوشحالم که داری فعالیت میکنی و میتونیم بیشتر ازت ببینیم. امیدوارم که اگه این ویدیو رو حالا میبینی یا کسی بهش میگه یا هر چی، امیدوارم در واقع تحلیل این کارم در واقع بذاره. شلوغی رو من خیلی دوست دارم. آره. ببینم، چون بیت کارو خیلی دوست داشتم و ویالونا و اون بک وکالایی که استفاده کرده بود، فضا سازی که استفاده کرده، من خیلی دوست داشتم. واقعا خیلی هنرمند. امیدوارم شما هم تا اینجا ویدیو با ما بوده باشید و لذت برده بوده باشید از ویدیو. خوشحالم که تا اینجا ویدیو با ما بودید. اگه ما بودید تیشر داشتم میگفتم، میگم خوشحالم که تا اینجا ویدیو با ما بودید. اگه با ما بودید قلب بنفش بذارید. میتونی قلب بنفش بذارید، توی قلب صورتی بذارید، میتونی هر کاری بکنید. بنفش. اینم از ویدیو امروز، امیدوارم لذت برده بوده باشید. اگه تا اینجا ویدیو با ما بودید، یه قلب برام توی کامنت بذارید. اصلا یه کامنت بذارید، نظرتون برام بنویسید، نظرتون راجع به ترک بنویسید. و این کارا خیلی فوق العاده است. امیدوارم که پاس زدن زیاد ما اذیتتون نکرده باشه. گاهی وقتا دوست دارم یه سری کارا رو، یه سری چیزا رو بگم توی ویدیو که بکشو بدونید. آره. شاید میتونه براتون جذاب‌تر باشه. وگرنه ترک که روی پلتفرم یوتیوب هست میتونید گوش بدید، و حتما هم ترک رو از کانال آرتیستتون گوش بدید که اینطوری به نوعی هم از کارش حمایت بکنید. اگه کاری هم از دستتون برنمیاد در رابطه با خرید میکروفون و این داستان و اینجور مسائلی که حالا در الان در رابطه با همین تتا در جریانه، میتونید که اینجوری از آرتیستتون حمایت بکنید. لینکش توی دیسکریپشن هست. مرسی که هستید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، ما رو لایک و کامنت بذارید و سابقه داشته باشید که در ویدیوهای بعدی لایک نمی کنم. چرا نمی کنید؟ تو ویدیوهای بعدی ببینیمتون. دیده بشید. خدافظ.